داستان زیبای شاه عباس و پیر خارکش. یک روز شاه عباس از صحرایی می گذشت. یک پیر مرد خارکشی را دید که خار می کشد و شعر و ترانه می خواند و می رود. شاه عباس گفت: چرا اینقدر شاد و شنگولی؟ پیر مرد جواب داد: چرا نباشم؟ یک زن دارم مثل دسته گل، با اخلاق، خانه‌دار و پاک دامن. دیگر چرا شاد نباشم؟ شاه عباس گفت: باید زنت را با زنهای من عوض کنی. خارکش که چاره جز اطاعت از فرمان شاه نداشت قبول کرد. خلاصه شاه عباس زن خارکش را گرفت و به جایش سه تا زن خود را به او داد. خارکش به زنها گفت: شما چه کار کردید که شاه شما را طلاق داد و فرستاد خانه کسی مثل من؟ زن اول گفت: من دستم کج بود و گاهی از طلا و جواهرات سلطنتی می دزدیدم. زن دوم گفت: من هم خیلی وراج و رود دراز بودم و تا یک دل سیر حرف نمی زدم ساکت نمی شدم. زن سوم گفت: من هم اهل عیش و نوش و خوشگذرانی بودم. این بود که شاه ما را بیرون کرد و زن تو را گرفت. پیر مرد حرفهای زنها را که شنید گفت: باشد، او شاه بود، اما شما در خانه من هر طور دوست دارید زندگی کنید. تو که دستت کج است، هر چه دوست داشتی بردار. تو که رود درازی، من از شب تا صبح در خدمت تو هستم. هر چه میخواهی بگو، میشنوم. و تو هم که خوشگذرانی، هر جا که خواستی برو و بیا. اگر خواستی بگو تا من هم بیایم. خلاصه زنهای شاه عباس وقتی گذشت و بردباری مرد خارکش را دیدند از خود شرمنده شدند و پیش خود گفتند: حالا که این مرد اینقدر خوش اخلاق و با گذشته است، چرا ما بد باشیم؟ این بود که از آن به بعد خارکش هم از قبل شادتر و شنگولتر شد. یک روز شاه عباس دوباره از صحرا رد می شد. او را دید و به تعجب ماند. گفت: ای پیر مرد، چطور هنوز اینقدر شاد و شنگول هستی؟ من که سه تا مار و افعی به جانت انداختم. پیر مرد گفت: ای شاه عباس، دستت درد نکند با این زنهایی که به من دادی؟ اینها از زن اولم هم بهترند. خدا رو شکر. دوستان خوبم، ممنون که تا انتهای داستان با من همراه بودید. لطفاً با لایک و سابسکرایب از کانال ما حمایت کنید.